سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویج. امروز ساختن چیزی جدید تحسین برانگیزه، اما گاهی بدین معنیه که مخترعان باید چیزهای منحصر به فرد اختراع کنند تا برجسته بشن. در اینجا عجیبترین اختراعات رو داریم که واقعا وجود دارن. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. توماتان یک ربات گوجه فرنگی خورونه که مثل کوله پشتی روی شونهاتون میشینه. ایده پشت این اختراع عجیب درست کردن یه راهی برای مردمه که در حال حرکت بتونن بخورن، به خصوص زمان دویدن، زمانی که بیشترین احتیاج به مواد مغذی و تغذیه رو دارن. این ربات یه سر به شکل گوجه فرنگی داره با دستای گرد که کار دادن گوجه فرنگی های کوچیک در بازه زمانی معلوم رو به شخصی که پوشیدهش انجام میده. شوهاناکو یک رباته که با هدف تمرین دندونپزشکای آینده ساخته شده تا دیدی واقعی از کار با یک بیمار پیدا کنن. اگرچه یکم نگاه کردن بهش ترسناکه، اما به دندونپزشکا فرصتی میده تا در محیطی که افراد واقعی آسیب نمیبینن کار کنن، در حالی که دندونپزشکای آینده کارشون رو روی معاینه دهان تکامل میدن. دهان مصنوعی انسان. این دهان مصنوعی به وسیله مهندسان و دانشمندان در دانشگاه کاگاوا ژاپن اختراع شده. اگرچه که یه رباته، اما اون واقعا از خودش سر صدا در میاره تا مثل یه انسان واقعی صدا کنه. این اختراع حتی دماغ هم داره. دلیلش هم اینه که حفره بینی تأثیر زیادی روی چگونه حرف زدن ما داره. قلم دماغی. اگه همیشه از درآوردن دستکشتون برای استفاده از موبایل در یه روز سرد زمستونی نفرت داشتین، پس از طراح این دستگاه یعنی دامینیک ویلکاکس تشکر کنید. اون قلمی رو اختراع کرد که روی دماغتون نصب میشه و همه کاری که باید بکنین اینه که سرتون رو بالا پایین ببرید تا توی موبایلتون بچرخین و ویدیوهای کانال هویج توی یوتیوب رو تماشا کنین. ممکنه ظاهرتون مثل یک دارکوب بشه، اما دستاتون گرم. جوراب‌های پشمالوی چشم چرونی. این جوراب ها تو اینترنت گول کردن و کیف خانوما رو خالی کردن. خانوما مرتباً با افراد هیز مواجه میشن، اما دور کردن اونا بدون اینکه ظاهرشون بد باشه همیشه یه موزل بوده که الان حل شده. این جوراب ها قراره به دور نگه داشتن مزاحما کمک کنه، به این شیوه که اینطور به نظر میرسه که اونها پاهاشون رو اصلاً اصلاح نمی‌کنن. فلیز. طراحی شده به وسیله طراح‌های آلمانی تام هامبروک و جوری اسپیتر. این دوچرخه نیروشو از پاها میگیره، اما میپرسین خب که چی؟ بقیه دوچرخه هم همینطورن که. خب این دوچرخه یکم متفاوته، پدال نداره و دوچرخه سوار روی اون معلقه. سوارکار پاهاشو با حد اکثر سرعتی که میتونه حرکت میده و بعد روی چرخه عقب تکه میده در حالی که اونو هدایت میکنه. به نظرتون باحاله یا احمقانه است؟ بالش شتر مرغی. اگر که همیشه این پرنده بزرگ رو برای تواناییش در فرو بردن سرش توی زمین تحسین برای فرار از دنیای بیرون کرده، خب پس شانس با شماست. این بالشت شتر مرغی به فردی که اونو سرش میکنه این امکانو میده که به راحتی توی فضای عمومی بخوابه بدون اینکه قیافه کسی رو ببینه. شما حتی میتونین سرتون رو روی میز بذارین و از جیبش هم استفاده کنین و بازواتون رو تکیه بدین. این بالشت رنگای مختلفی داره و در بین نسل جدید کلی گل کرده. طی بچه. اگر پدر یا مادر باشین یا بچه کوچیک دارین و دوست ندارین که زمین رو طی بکشین، زمین شور بچه رو در نظر داشته باشین. اون یه لباس نوزاد و خب یه زمین شور هم هست و در حالی که طفلتون روی زمین قل میخوره و دنیا رو اکتشاف میکنه، میتونین ازش سوء استفاده کنین و از بچه‌تون برای تمیز کردن زمین هم کار بکشین. این اختراع خیلی هم واقعی و هم اکنون آنلاین قابل خریداریه. دمپایی LED. این ایده انقدر مبتکرانه و فوق‌العاده است که عجیبه چرا این اختراع قبلا در این قرن ساخته نشده. این دمپایی‌های LED یه لامپ سر هر دمپایی دارن. اونا خیلی راحتن و کسی که میپوششون میتونه به راحتی ببینه دقیقاً داره کجا میره. اگر که از روشن کردن زمین خوشتون میاد یا اینکه نمیخواید شست پاتون رو داغون کنید، این اختراع عجیب خیلی میتونه کمکتون کنه. بالشت بغل کن، که همچنین به اسم بالشت دوست پسرم معروفه. این بالشت نه تنها عجیبه، بلکه یکم هم چندشه با توجه به اینکه یک دسته و یه سینه و شکمه. اما اگه یه دختر تنها باشین که دلتون بغل میخواد و امکانات فضانوردی هم ندارید، پس این بالشت میتونه کمی از دردتون کم کنه. بالشت سر زانو.
درست مثل داشتن بالشت دوست پسر برای خانوما، بالشت زانویی دامن کوتاه یا هیزاماکورا رو داریم که زانویی برای گذاشتن سری پسر تنها فراهم میکنه که روش بخوابه. این بالش واقعا چندش به نظر میاد، چون یه بدن کامل نیست و تنها بخشی از بدن یه زنه. ولی اگه تنهایی این کی اهمیت میده؟ تازه میتونین رنگ دامن بالشتون هم خودتون انتخاب کنید. چتر سگی. اگر که باید سگتون رو توی بارون به بیرون ببرین، شاید فکر کنید که برای سگتون عادلانه نیست که خیس آب بشه، در حالی که پشمالوه یه راهی برای خشک نگه داشتن سگتون وقتی برای قدم زدن میرین وجود داره. چتر سگی سگتون رو به شکلی خوب خشک نگه میده. دمپایی چمنی. دکترها، معناگراها، معلمهای زندگی و خیلی های دیگه همه میگن که اگه میخواین خاکی باشین و به ذات اصلیتون برگردین، باید پاهاتون رو روی زمین بذارین و بذارین که انگشتاتون چمن سبز رو حس کنه. بی نیاز از آب دادن، افرادی این دمپایی‌ها رو با چمن مصنوعی اختراع کردن تا پاهاتون احساس غرق شدن درون زمین تازه رو داشته باشه، حتی اگر که عجیب به نظر بیاد. اسپری رنگ خوراکی. اگر غذاهایی که میخورید حوصلتون رو سر میبره و آرزو میکنید که یه رنگ دیگه داشتن، شانس با شماست. الان اسپری رنگ خوراکی رو داریم که به وسیله آشپزای حرفه‌ای و آماتور مورد استفاده قرار میگیره. پس اگه آرزو میکنید که بوغلمونتون طلایی یا استیکتون آبی باشه، آرزوتون محقق شده. البته اگه بتونید با این اوضاع اقتصادی خواب بوغلمون رو ببینید، باز شاید این اسپری کمکتون کنه. خب عجیب و غیر ضروری به نظر میاد، ولی خوب میفروشه و چند تا شرکت انواع خودشون رو درست کردن. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو هم سابسکرایب کنید و اونو حتما با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی رو بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره. Yeah, I deserve it.